مایکل کوهن وکیل مدافع سابق دونالد ترامپ در ارتباط با تخلف از قانون انتخابات و دروغگویی به کنگره به 3 سال زندان محکوم شد. کوهن قبلا اعتراف کرده بود که به خاطر خاموش نگه داشتن 2 زنی که ادعای مقاربت جنسی با ترامپ را داشتند از بودجه کمپاین انتخاباتی سال 2016 پول پرداخت کرده بود. بر اساس اوراق محکمه سرانوالان گفتند که کوهن این پول را با دستور دونالد ترامپ پرداخت کرده بود. مایکل کوهن به خاطر دروغ گفتن به کنگره در مورد یک پروژه ساختمانی دونالد ترامپ در روسیه نیز محکوم شناخته شده است. کوهن دیروز در محکمه گفت که این وفاداری کورکورانه او بود که باعث شد تا آن چیزی را که کوهن اعمال ناشایسته دونالد ترامپ خواند پنهان کند. رئیس جمهور دونالد ترامپ قبلا هر نوع همدستی میان کارزار انتخاباتی خود را با روسیه رد کرده و تحقیقات در این مورد را یک دسیسه خوانده است. ترامپ ماه گذشته در مورد همکاری کوهن با سرانوالان چنین گفته بود. مایکل کوهن دروغ میگوید و تلاش دارد مجازاتش به خاطر چیزهایی که هیچ ربطی به من ندارد کاهش پیدا کند. علاوه بر کوهن انتظار می رود که مایکل فلین مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ نیز هفته آینده در ارتباط با تحقیقات روسیه محکوم شود. فلین نیز پذیرفته است که در مورد تماس‌هایی که قبل از مراسم تحلیف ترامپ با سفیر روسیه داشت، با سرانوالان دروغ گفته است. تعداد از تحلیلگران به این باورند که روند تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا تشدید یافته و ممکن در اوایل سال آینده به اوج خود برسد. ما از کوهن انتظار داشتیم که معلومات بدهد که چنین نیز کرد. او کار زیادی را با شهود دیگری که همکاری کردن نیز انجام داده است. بنابراین فکر می کنم که در چند ماه آینده شاید ما شاهد یک جمع‌بندی این تحقیقات باشیم. کوهن که یک بار در گذشته گفته بود که حتی حاضر است به خاطر ترامپ گلوله بخورد، قرار است به تاریخ 6 مارچ سال آینده راهی زندان شود. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.